سلام بچه‌ها، من نرگسم. خیلی خوش اومدید به یه ولاگ روزانه دیگه از من. امروز اولین کاری که باید انجام بدم ترمیم ناخونامه که وقت ترمیمش رسیده و من ساعت 9 بعد اونجا حاضر باشم و وقت دارم. واسه همین خیلی عجله دارم و زود باید برم. کلا خودم اگه زود وقت گرفتم که اولین نفر خودم باشم، همین که سالن تمیزتره، هم اول وقت اینجایی که من میرم همیشه خیلی خلوت‌تره. بعد دیگه در کل الان باید زود برم کارهای ناخونامو انجام بدم، بعدم بیام و بقیه کارامو انجام بدم. حالا با هم میریم ناخونا ترمیم می‌کنیم. خودم این سری که زده بودم و خیلی دوست داشتم، رنگای پاستیلی بود، هم خیلی قشنگ بود، هم تابستونی بود، کلا خیلی دوستش داشتم، ولی خب الان باید برم عوضش کنم. خیلی خوشحالم که الان دارید این ویدیو رو میبینید. یادتون نره قبل اینکه بخوام بریم ادامه ویدیو حتما کانال من رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید، زنگولش رو روشن کنید، پیج اینستاگرام هم این بالا میاد فالو کنید. تا دلتون میخوادم حتما نظرتون رو برام تو کامنت بنویسید. خب من کارم تموم شد، الان منتظرم که کار دوستم هم تموم شد برگردیم خونه. دیگه از مراحلش نتونستم فیلم بگیرم چون که پرسیدم گفتم که نگیر، نتونستم، ولی خب دیگه کارش تموم شد. خیلی خوشم اومد، ساده و شیک و کلا برای اولین بار فرنچ کردم، ولی خب خوشم اومد. بعد خیلی هم کوتاه و مربع، شیک شیک. خب بچه‌ها الان ساعت 12:00 یه خیلی کارم طول کشید، همین که چون دوستم هم همراه بود یه بختر اونم منتظر موندم که کارش تموم بشه. بعد از اون برم رفتم بنزین زدم و یه اتفاق تو راه برام پیش اومد که حالا رسیدم خونه براتون تعریف میکنم. گندرم میرم سمت خونه. خب بچه‌ها من رسیدم خونه و دیگه ناهارم رو خوردم، فقط تونستم یه ربع استراحت کنم. الان باید برم سمینار رو دارم حاضر میشم برای سمینار. بعد دیگه من داشتم از آرایشگاه میومدم یهو دیدم وسط راه یه مرده گفتش که خانم لاستیکتون پنچر و اینا تو موتور بود. اول فکر کردم که مثلا داره ایستگاه منو میگیره و اینا، بعد دیگه گفتم که حالا شاید واقعا پنچر شده باشه، ولی خب قبلش حس کردم ماشین داشت تلو تلو میخورد. بعد دیگه مثلا میزدم کنار و اینا گفتم که شاید راست گفته باشه، دیگه زدم کنار دیدم بله لاستیک پنچر. حالا کجا بود؟ یه جا هم بودش که اصلا مغازه اینا نبودش که بخوام بگیم مکانیکی پیدا کنم یا مثلا نمیدونم چی پیدا کنم. به یه جا دیگه خلوت بود و هیچ مغازه‌ای هم نبود، گفتیم چیکار کنیم و اینا. بعد دیدم اونور مثلا باز مغازه هستش، دیگه دور زدم آروم حالا با سرعت 20 دور زدم و یکی دو نفر پرسیدم گفتن حالا تو این وسط بنزین هم ندارم، قبل هم بنزین شلو بود، گفتم ول کن دیرم میشه نزدم. یه تونتون از اینو بپرس و اینا، بعد همشون میگفتن نمیدونم حالا برو یه چهارراه دیگه، برو چهارراه بعدی و اینا. معلوم بودش که خیلی دوره، میگفتن نزدیک نیست. دوباره اومدیم یه مغازه داره بپرسیم، گفتیم که آره پنچر کردیم مکانیکی میخوایم و اینا، گفتش که بزن بغل خودم برات درست میکنم و اینا. زدم بغل دستش درد نکنه، واقعا خیلی دوست داشتم، کلی هم دعاش کردم و میکنم. چی لاستیکو عوض کرد و زاپاسو گذاشت خودی، یه رو بیشتر هم طول نکشید. قبلا یه سری دایم پنچر کرده بود، بعد بهم توضیح داده بودش که مثلا اگه خدایی نکردی یه زمان پنچر کردی مثلا این مدلی کن، ولی خب انقدر شب بود وسط اتوبان بود، انقدر حس
میکردم که بتونم این کار انجام بدم. دیگه خلاصه هیچی دیگه، مرده دستش درد نکنه درست کرد و بعدم این که رفتیم بنزین زدیم و رسیدیم خونه. بعد یه کلن فقط تونستم 15 دقیقه استراحت کنم. الان دارم حاضر میشم برم یه سمینار، سمینارش هم انگیزشیه درباره ذهن و ضمیر ناخودآگاه. کلا خیلی دوست دارم تو اینجور محیط قرار بگیرم، فکر میکنم استادش هم خیلی خوب باشه و کلی مطالب مفید یاد بگیرم. بعد از اون ورم چون که سمینار جنوبه تو شهر ریه، بعد ساعت سمینارم 5 تا 6 و نیمه، اوج ترافیکو، یعنی اگه بخوام از اینجا تا اونجا برم قفله قفله، برای همین نمیخوام با ماشین خودم برم و چون که پدر پام در میاد و اینا، تصمیم دارم که با مترو برم. بعد دیگه از سمینار بیام کلی کار دارم. اول از همه مهمترینش اینه که امشب میخوام یه ویدیو براتون آپلود کنم که تامنیلش مونده و خیلی خیلی کم ادیتش، اون تو اولویتم و بعد بیام بقیه کارام هم انجام بدم. از اون برم هم ساعت 5 تا 6:45 دقیقه کلاس دانشگاه دارم، هم از 6:45 دقیقه تا 8 که اونم فکر کنم تو سمینار باید برم، همطوری الکی آنلاینش هم دیگه چاره‌ای ندارم. البته دروغ، چرا 80% موقع همطوری الکی آنلاین میشم و دستگی داره. اگه درسی تخصصی باشه مقداری گوش میکنم، اگه تخصصی نباشه نه. خب بچه‌ها من میکاپم تموم شد، زود تو سریع‌ترین زمان انجامش دادم و الان زود برم حاضر شم. من بچه بودم انقدر شر بودم، کلن رو اینجا ها میشستم یا اینا رو برعکس میمدم بالا، در رو اینجا ها میخوابیدم یا از این میله ها سر میخوردم. سمینار رو اومدم، میخواستم برم خونه، مامانم گفتش که من اومدم بیرون پارک، بیا کلیلو ازم بگیر. الانم خسته اومدم اینجا کلیلو بگیرم. خب بچه‌ها بالاخره من رسیدم خونه و تازه تونستم بشینم. از هفت صبح کلن سرپا هم، همینطور که میدونید، تا الان تازه تونستم بشینم. صبح که رفته بودم برای ترمیم خونه، یکی از کارکنای اونجا شیرینی آورده بود، نون خامه‌ای، بعد فقط به کارکنای اونجا داد. بعد من همینطوری نگاه میکردم میگفتم وای، بعد اونقدر دلم میخواست اون لحظه که بعد دیگه داشتم میومدم خونه خریدم خوردم. بعد دیگه بخوام راجع به سمینار بهتون بگم، سمینارش اصلا خوب نبود، یعنی فکر میکنم اونی که این سمینار رو برگزار کرده بود استاد علم خوبیه، چون ذهن و ضمیر ناخودآگاه خیلی خوبه. برای جوری بودش که فقط یک ساعت بودیم حرف زدن که در نهایت بگن اگه بخواید درباره این چیز بدونید و بخواید مثلا خیلی خفن ازش استفاده کنید و اینا، باید بیایید توی دوره‌های پولی ما شرکت کنید. کلا حرفشون این بود و دیگه اصلا چیز خاصی یاد نگرفتم. الان که تازه ساعت 9 رو به من رسیدم، نرسیدم ویدیومو ادیتشو تمام کنم، نه تامنیلشو بزنم، نه آپلود کنم. کلا سمینار خیلی وقتمو گرفت تا بخوام برگردم و اینا، کلا از این کارا موندم، ولی خب اشکالی نداره، بالاخره اتفاقو یه تجربه شدش. ویدیو من انشالله یه روز دیگه آپلود میکنم. الانم میرم فکر میکنم کلا یه 5 دقیقه بیشتر نمونده از ویدیویی که میخوام بذارم ادیتشو انجام بدم. بعدش هم میام همین ویدیویی که الان دارم براتون میگیرم و ادیت میزنم که آماده داشته باشم. خب بچه‌ها، من
این ولگ اینجا به پایان میرسونم. الان که من دراز میکشم و یه ذره تو مجازی میچرخم و میام ادامه ادیت ویدیو ما انجام میدم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره که برای حمایت من حتما کانال سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، زنگولش رو روشن کنید. حتما نظرتون رو برام تو کامنت ها بنویسید. اگه ایده ای هم دارید که دوست دارید من براتون ویدیوشو بگیرم، اونم حتما بنویسید. دوستتون دارم تا ویدیو بعدی. فعلاً.